حکومت روسیه از امریکا خواست است که درباره حمله به تالار کراکو سیتی هال که شب 22 دو مرد به وقوع پیوسته بود معلومات دهد سفیر امریکا در روسیه لینت ریسی آخری هفته گذشته گفت که کشورش معلوماتی دریافتی را درباره حمله مرگبار به روسیه تقدیم کرد سفیر در این باره تفصیلات بیشتر نداد اما افزود که روسیه به طور مستقیم معلومات خواست است و صرف نظر از اختلاف‌های های عمیق با کرمل ایالات متحده آماده است در تحقیق این حمله به مسکو کو رساند تریسی میگوید مردم روسیه حق دارند که در فضای آرام و آسوده به سر تا هنوز کرمل در این باره چیزی نگفته است چند روز پیش از حمله به کراکو سیتی هال خدمات اکتشافی یک ایده کشورهای غربی از جمله آمریکا به مقامات روسیه خبر داده بودند که در قلمرو این کشور حمله های تروریستی دهشت افکنان اسلامی تحریزی شدند آن زمان ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه این معلومات را شنتج نامیده علاوه کرده بود که هدف از آن ترسانیدن و ناآرام کردن مردم روسیه است روسیا نمی تواند هدف حمله های اسلامی قرار گیرد. روز 22 مرد در عرفه هنرنمایی گروه پیکنیک در تالار کراکوس کنار مسکو گروهی سلاح به دست به تماشاگران آتش کشاد. سپس آنها تالار را آتش زده از جای حمله فرار کردند. در این حادثه 144 نفر کشته و بیش از 550 کس مجروح شد. در پایی حمله مرگبار روسیه چهار شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده آنها را مسئول و یا اجرا کننده حمله نامیده است چند مهاجری دیگر که اکثریت شهروندان تاجیکستان می باشند با داشتن نقش در این حمله عیبدار می شوند. تخمین می رود که هنگام استینتاق بازداشت شده ها با شکنجه مواجه شده جرم را به گرفتند. وزیر کارهای خارجی تاجکستان شکنجه گمانبر شدگان حمله به کراکو سیتی هال روسیه و معرکه تهمت به تاجکان را در رسانه های این کشور تنقید کرد. سیراجدین مهردین روز 12 اپریل در نشست شورای وزیران کشورهای اتحاد دولتهای مستقل در مینسک در باره این حادثه و رفتار نادرست با تاجکان صحبت کرده است. وزیر تاجیک از مقامات انتظامی روسیه خواست است به حقوق آن شهروندان کشور که در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس متهم می شوند احترام گذارد مسئولیت حمله را به تالار کراکوس گروه دهشت افکنی دولت اسلامی یا دایش بر عهده گرفته است کشورهای غربی نیز باور دارند که تحریزی و تشکیل حمله روزی 22 مرد بر دوش دایش است اما روسیه بر این نظر است که حمله به کراکوس را اوکراین تشکیل کرده است کیوف هر گونه عیب نامه را رد کند.